بازی تام کلنسی رمبو سیکس سیج در سال 2015 عرضه شد. عنوان شوتر تاکتیکال محبوب شرکت یوبیساف که بیشتر بر پایه واقعگرایی و همکاری بین بازیکنان بنا نهاده و به صورت به یکی از موفق عناوین این, این شرکت مبدل شد. حالا بعد از گذشت 7 سال از عرضه این بازی، یوبی تصمیم گرفته نسخه جدیدی از این مجموعه رو راهی بازار کنه. عنوان مستقلی به اسم تام کلنسی رمبو سیکس استراکشن که بر پایه های اصلی سیج توسعه پیدا کرد و این بار تمرکز خود رو بر پایه نبرت های پی وی ای که با این اصاف همون فرمول موفق سیج رو در قالبی جدید در اختیار مخاطبانش قرار میده اما سوال اینجاست آیا سازنده های یویساف تونستن در این زمین موفق عمل کنن؟ این سوالی که در این نقد و بررسی به اون پاسخ میده اکسترکشن با یه داستان به شدت کلیشه ای که تنها برای خالی نبودن عریض است دست به روایت داستانش میزنه همون داستان نابودی بشر توسط زامبیا و موجات فضایی که این بار توسط انگلها اتفاق میافته و حالا هم این وظیفه نیروهای ویژه آمریکاست تا با اون مبارزه کنند و نسل بشر رو نجات بدن و در انتها منبع ویروس رو شناسایی کنند خب در عمل هیچ نکته خاص تویست داستانی یا شخصیت پرازی قابل قبولی در این بازی وجود نداره داستان بازی تنها در قالب تعدادی کاتسین روایت میشه ما هم گوری از سربازان بینامونشان رو در تصویر میبینیم که در حال برنامه ریزی برای حمله به انگلان و بعد از شروع هر مرحله دیگه هم خبری از این سربازان نیست و از همون اپراتورهای عنوان سیج به عنوان شخصیت های قابل بازی استفاده میکنید. در واقع تنها نکته مثبت داستان رو میشه کیفیت خوب کاتسینا دونست و غیر از این نکته خاص دیگه در مورد داستان این بازی وجود نداره همونطور که در شروع اشاره کردیم با یه عنوان پی وی ای طرف هستیم به بیان دیگه این عنوان رو میشه به صورت تک نفره یا همراه با دو تا پلیر دیگه تجربه کرد با شروع بازی لیست اپراتورهای سیج با همون قابلیت ها همون اسلحه ها و همون گجت ها و بدون کوچکترین تغییری در اختیارمون قرار میگیره تا یکی از اونها رو انتخاب کنیم و اینطوری مرحله رو شروع کنیم با شروع مرحله هم بیشتر از گذشته شباهت این بازی با سیج آشکار میشه این بازی دقیقا از همون فرمول سیج پیروی میکنه و در عمل تنها دشمنان این بار موجودی نیفتن و دیگه در مقابل پلیرها مبارزه نمی اولین نکته منفی اکستراکشن رو میشه در خصوص طراحی نسبتا ضعیف ها و مبارزه با اونها دید. هرچند شاهد تنوع زیادی در بین گونه های مختلف دشمن ها هستیم و با افزایش درجه سختی بازی این تنوع هم تا یه حدی افزایش پیدا میکنه اما باید بگیم مکانیزمی که سیج بر پای اون ساخته شده نمیتونه به خوبی در عنوان اکسترکشن خودشون نشون بده به معنای ساده تر مبارزات بازی هیچ وقت نزدیک به تجربه سیج و جذابیت اون اثر نمیشه و خیلی زود جذابیتش رو از دست میده و به ورته تکرار میافته چرا اکسترکشن نمیتونه به جذابیت سیج باشه خب بیایید براتون یه مثال بزنیم در سیج برای هر مچ بعد استراتژی خاصی رو برای حمله به تیم مقابل انتخاب کنید در اون طرف هم دشمنا با یه استراتژی خاص آماده جنگ با ما میشن تا به این صورت در هر کدوم از مچ های بازی این استراتژی و نبوغ پلیرها باشه که تایی کننده برنده جنگ باشه با گذشت 7 سال از عرضه سیج هنوز هم این بازی موفق شده جذابیت خودش رو بر اساس همین فرمول ثابت نگه داره اما در خصوص اکستراکشن دیگه خبری از استراتژی یا تنوع خاص در بخش مبارزه با دشمنان نیست معمولا گونای مختلف دشمنان در محیط بازی در حال قدم زدن هستن و به راحتی میشه اونها رو از پای در آورد حتی اگه دشمن متوجه حضور ما بشنن به دلیل تعداد نسبتا کم و هوش مصنوعی خیلی ساده اونها به راحتی قابل پیش بینی هستن و اینطوری میشه به راحتی با اونا درگیر شد و کلکشونو کند البته سازنده و یوبی سافت سعی کردن تا با کاهش میزان خط سلامت و محدودیت مهمات تا یه حدی سختی رو بازی رو در حد معقولی نگه دارن و این مورد در درجه سختی بالاتر تا حدی هم جواب داده اما در کل اکستراکشن در شرایط کنونی عنوانی نیست که بتونه ساعت ها مخاطبش رو سرگرم نگه داره و متاسفانه خیلی زود تکراری میشه خوشبختانه گامپلی و شوتینگ اکستراکشن که از نقاط قوت اونه گامپلی تاکتیکالی که به لطف پرکای هر کدوم از شخصیت ها تنوع خوبی رو برای اپراتور فراهم کرد و انتخاب هر کدوم از اونا داره نقاط قوت و منفی مختص به خودشون مثلا یه سری از اپراتورها با سرعت بیشتری حرکت میکنن اما در عوض خط سلامت کمتری دارن البته بازی برای اینکه شما رو مجبور به استفاده از تمامی اپراتورها کنه دست به خلق ایده ای نسبتا جالب زده با انجام هر مرحله خط سلامتی اپراتور شما در پایین مرحله کاهش پیدا میکنه یا حتی اگه در طول مرحله شکست بخورید اون اپراتور از دسترس خارج میشه و برای استفاده دوباره از اون بعد با یه اپراتور دیگه مرحله رو تکرار کنید و اپراتور شکست خورده رو نجات بدید هر کدوم از اپراتورا هم داره لول مختص خودشون هستن که با پایان مرحله لول اونم افزایش پیدا میکنه و و گجت های مختلفی مثل سیج در اختیار اونا قرار میگیره این بخش ها از جمله نکات مثبتی هستند که تجربه این بازی رو کمی بهبود بخشیدن سیج یه عنوان کاملا چند نفره و بر پایه همکاری بین بازیکنها بود یعنی اگه بدون همکاری با همتیمیتون بازی حاضر می شدید شکست شما قطعی بود اما در اکسترکشن این موضوع تا حدی زیادی کمرنگ شد و در طول تجربه اکسترکشن مراحلی رو هم به صورت چند نفره تجربه کردم که در اونا اکثرشون با شکست و کشتن همتیمیام هم، یا عدم همکاری اونا همراه بود در حالی که مراحل تک نفر رو به راحتی و بدون شکست پیش بردم مراحل بازی شامل مختلفی در سطح جهان مثل نیویورک هن. که هر کدوم از اونها شامل مراحلی هستن که معمولا درون یه ساختمون یا یه کوچیک که مورد حمله انگلا قرار گرفته جریان دارن هر کدوم از این مراحل به سه ماموریت کلی تقسیم میشه که با شروع هر مرحله این اهداف به صورت رندوم برای ها در دست رسن اهدافی مثل از بین بردن منبع انگلا مبارزه با دشمنا و این اجاد بازمانده از جمله مراحلی هستند که در بازی اونها رو تجربه میکنن لول دیزاین مراحل و حصال کلی هر کدوم از اینا به شدت شبیه به سیجه و از همون ساختارم هم پیروی میکنه که میشه به خودی خودشون رو به عنوان نکته مثبت در اکستراکشن یاد کرد در انتها باید بگیم اکسترکشن با همون موتور گرافیک سیج توسعه پیدا کرده و از لحاظ بسری شاهد هیچ گونه پیشرفت نسبت به سیج نیست سایه های پویا و با کیفیت بازی در کنار نورپردازی خوب مراحل جز نکات مثبت گرافیکی این بازی هم. اما غیر از اون دیگه شما هیچ پیشرفتی به نسبت سیج نمیتونید تو اکسترکشن پیدا کنید صداگذاری هم وضعیت مشابهی داره صدای اسلحه و شخصیت ها و بقیه موارد دقیقا از عنوان سیج به سرکش منتقل شدن و تنها موارد جدید در این بین صدای دشمنان و موزیک های جدید هستند. شاید اگه اکسترکشن به عنوان یک بسته الحاقی برای سیج در نظر می گرفتیم میتونستیم از اون به عنوان عنوان قابل قبول یاد کنیم اما حالا که این بازی در قالب یک اثر مستقل عرضه شده بعد بگیم که با یه بازی ضعیف و تکراری طرف هستیم که نه پیشرفت خاصی به نسبت سیج داشته و, نه حتی تونسته نکات مثبت سیج رو هم ارائه بده در کنار داستان کلیشه و سطحی بازی باقی موارد هم مثل گیم پلی نتونستن در قالب یه عنوان پی جذابیت خودشون رو حفظ کنن و اکسترکشن رو در نهایت به عنوان تکراری طرف کردن متاسفانه تنها موارد مثبت این اثر رو میشه به لول دیزاین نسبتا خوب و نحوه استفاده از اپراتورا خلاصه کرد نظرات خودتون رو حتما در کامنت با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید کانال سنتر در یوتیوب رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو هم بزنید